با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه امروز و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی رو در تاریخ 10 دسامبر سال 2022 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. طبق روال گذشته من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما عرض می کنم و بعد می پردازیم به جلسه. جناب آقای فرشاد عرابی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آبان ماه سال 1401 جناب آقای مهدی افشارزاده با کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 13 تا 25 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای صادق فروخی قصر عاصمی با موضوع اعتراضات اقوام در برابر جمهوری اسلامی ایران. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم. بحث آزاد این ماهمون است: حق تجمع و اعتراض، اعمال فضای سرکوب و ارعاب در شهرهای ایران. دوستان و همراهان عزیز هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. خب در ابتدا من از جناب آقای فرشاد عرابی دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی رو در آبان ماه 1401 خدمت شما اعلام بفرمایید. جناب آقای عرابی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. به نام خدای رنگین کمان، کیان پیرفلک، کودک 9 ساله ایرانی ساکن ایزه که در شامگاه 25 آبان 1401 در پی حمله به بازار ایزه در جریان خیزش 1401 ایران، در حالی که با والدین و برادر خردسالش در خودرو در راه بازگشت به خانه خود بود، هدف گلوله ماموران حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و کشته شد. خانواده کیان پیرفلک از ترس ربوده شدن پیکر او به دست نیروهای امنیتی در شب حادثه تصمیم گرفتند از انتقال او به سردخانه خودداری کنند و جسد او را در کیسه‌های یخ به خانه منتقل کنند. این خبر با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات برای همه، ماده 28 حق دنیای زیبا، جوان 36 ساله اهل مشهد، شامگاه شنبه 28 آبان در حال شاهنویسی در بلوار پیروزی مشهد به دست نیروهای بسیجی بازداشت شد. ماموران بعد از بازداشت او را به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل کرد و تا حوالی صبح او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس بدن نیمه جانش را در محوطه کلانتری رها کردن و رفتن. ماموران در کلانتری 7 برای او تشکیل پرونده می‌دهند و او را به بازداشتگاه می‌فرستند. اما کمتر از 2 ساعت بعد این جوان معترض بر اثر صدمات ناشی از ضربه به سر از هوش رفت و توسط ماموران نیروی انتظامی به نزدیکترین بیمارستان، یعنی بیمارستان قلب جواد‌الائمه در مشهد می‌برند. پزشکان در زمان معاینه امیر جواد متوجه میشن که او به دلیل ضربه به جمجمه کشته شده است. این خبر مغایرت داره. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 19 حق آزادی بیان. خبرگزاری هرانا، رقیه بیگدلی، شهروند بازداشتی ساکن کرج، علیرغم گذشت بیش از 25 روز از زمان دستگیریش، محروم از رسیدگی مناسب پزشکی در بازداشت و بلا تکلیفی در زندان برچک ورامین به سر میبره. یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت جسمی شهروند به هرانا گفت چشم خانم بیگدلی در زمان بازداشت به دلیل آلودگی های محیطی دچار عفونت شدید شده و نیاز جدی به عمل جراحی داره، اما مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان ممانعت میکنند. این خبر مغایرت داره. با ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. به نقل از حالوش، 30 آبان، یک شهروند توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شد. هویت این شهروند عبدالعزیز اربابی، استاد دانشگاه آزاد نیکشهر و
و امام جماعت مسجد جامع بدین این شهر عنوان شده است. همچنین شورا فکری دانش آموخته اقتصاد دانشگاه مازندران 29 آبان توسط نیروهای امنیتی در آمول بازداشت شد. این خبر مغایرت داره با ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. محمد رضا بالی لاشک از جانباختگان اعتراضات سراسری در شهرستان نوشهر بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این شهروند در پی اعمال خشونت مفرط نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد و پس از جانباختن این شهروند خانواده وی تحت فشارهای امنیتی تعهد دادند که اطلاعاتی از نحوه جانباختن این شهروند منتشر نکرد و علت مرگ را فوت طبیعی عنوان کنند. این خبر مغایرت داره با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع. طیب سادات میرحسینی خبرنگار صدا و سیما توسط نیروهای امنیتی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین فرشته صدیق صفت فعال مدنی ساکن رشت علیرغم گذشت بیش از 3 ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبره. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرشته صدیق صفت و طیب سادات میرحسینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این خبر مغایرت داره با ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. بنا به اطلاع شبکه کاشانی نژاد، در جریان اعتراضات مردمی مشهد به دلیل ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی دچار سقط جنین شد. وی پس از بازداشت به قرنطینه زندان منتقل شد و در حالی که کتف وی نیز دچار شکستگی شده، در قرنطینه زندان مشهد بدون حق دسترسی به خدمات درمانی مناسب نگهداری میشد. گفته میشود همکنون دست کم 86 زن که در جریان اعتراضات مردمی استان خراسان رضوی بازداشت شدند، در قرنطینه زندان مشهد در شرایط سخت نگهداری میشوند. این خبر مغایرت داره با ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، شکنجه ممنوع، ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. به گزارش کمپین فعالین بلوچ 21 آبان، جسد یک شهروند بلوچ پس از ناپدید شدن در روز جمعه همبستگی میلیونی بلوچستان در محور هویت این شهروند بلوچ، مهرشاد تلاطوف اهل ایران شهر 22 ساله فرزند نصیرخان برای کمپین احراز شده. حقوق بشر، حق حیات برای همه، ماده 20 حق آزادی و تجمع و تظاهرات. حسین رونقی فعال سیاسی که به دلیل اعتصاب و غذای تر در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر میبره. بر اساس گزارش های رسیده قرار بود روز شنبه 22 آبان به بیمارستان دی منتقل شود، ولی برادرش میگوید که او را به این بیمارستان نبردن. گزارش های دریافتی حاکی است که گروهی از مردم در واکنش به شرایط نگران کننده بود در مقابل بیمارستان دی تجمع کردند و در همراهی با حسین رونقی شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدهند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران برای متفرق کردن افراد تجمع کرده در مقابل این بیمارستان اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور می‌کنند. این خبر مغایرت داره با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ارزش انسانی در همه جا، ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. یک مقام قضایی در استان البرز از صدور کیفرخواست برای 11 نفر متهم به نقش داشتن در کشته شدن یک بسیجی در درگیری‌های 40 حدیث نجفی در کرج خبر داده است. حسین فاضلی هریکندی گفته این 11 نفر که یکی از آنها زن و بقیه مرد هستند، به اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعار دادن، نشر و بازنشر محتوای مجرمانه در فضای مجازی متهم شدند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این اتهامات می تواند برای متهم احکام اعدام در پی داشته باشد.
این خبر مغایرت داره با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ارزش انسانی در همه جا، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. با وجود گذشت 36 روز از قتل یک زن بلوچ در پی تن ندادن به خواسته نامشروع مأمور انتظامی، تاکنون هیچ اقدامی برای مجازات عامل قتل صورت نگرفته. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه 16 مهر 1401 یک زن بلوچ با هویت سمیه محمودی نژاد به ضرب 6 گلوله مأمور انتظامی مقابل چشمان کودک 8 ساله خود در شهرستان قلعه‌گنج کرمان به قتل رسید. گفته می شود این جنایت در پی تن ندادن این زن بلوچ به خواسته نامشروع مأمور انتظامی رخ داده است. اشکان محمودی نژاد همسر سمیه عنوان می کند که این مأمور جنایتکار از حدود 2 ماه قبل از واقعه برای همسر او ایجاد مزاحمت و او را تهدید کرده که در صورت عدم تحقق خواسته خود او را به قتل می‌رساند. این خبر مغایرت دارد با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ارزش انسانی در همه جا، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. خبرگزاری هرانا. الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. سعید افکاری، برادر این شهروند، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت خواهرم الهام در شیراز بازداشت شد و خبری از شوهر و دختر 3 سالش نداریم. همچنین خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار تصویری از خانم افکاری خبر از بازداشت وی داده و مدعی شده است الهام افکاری در حین فرار از مرز توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است. این خبر مغایرت دارد با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ارزش انسانی در همه جا، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. برای حسین کریم آبادی پاپوش درست کرده و او را در حالی که رگ گردنش را زده بودند سر به دار کردند. قانون حقوق بشر ایران در 24 مهر 1401 خبری از اعدام یک زندانی به نام حسین کریم آبادی در همدان منتشر کرد. بر اساس آن خبر، این زندانی در حالی اعدام شد که خودکشی کرد و همان شب رگ گردنش را زده بود و با این حال و با همین وضعیت او را به چوبه دار سپردند. اکنون در نامه رسیده به کانون حقوق بشر ایران معلوم شده است که برای حسین کریم آبادی پاپوش درست کردن و او را ظالمانه اعدام کردن. حسین کریم آبادی به جرم مواد مخدر در همدان 4 سال پیش دستگیر شده بود. او یتیم بود و با یتیمی بزرگ شده بود. آدم رنج کشیده بود. برایش پاپوش درست کردن و در 24 مهر ساعت 6 صبح در همدان اعدامش کردن. این خبر مغایرت دارد با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا. ناصر عطاباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مدعی شد فرشته احمدی نه در جریان اعتراضات ضد حکومتی، بلکه بر اثر شلیک گلوله در خانه خود کشته شده است. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده بود در فاصله روزهای 4 تا 6 آبان در جریان خیزش شهروندان در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی دست کم 16 شهروند با شلیک گلوله جنگی به دست ماموران امنیتی کشته شدند. از جمله فرشته احمدی، شهروند 32 ساله. بر اساس این گزارش، فرشته احمدی از شهروندان ساکن مهاباد روز 5 آبان با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در حالی که روی پشت بام خانه ایستاده بود از ناحیه سینه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و کشته شده است. کشته شدن این زن بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی یافت. این خبر مغایرت داره با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات برای همه، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. در انتها لازم میدونم اشاره کنم به تعداد بازداشتی های اعدامی های صورت گرفته در ماه گذشته. تعداد بازداشتی ها 1363 نفر و اعدام های صورت گرفته 52 نفر می باشد و حدوداً 6 نفر از افراد بازداشت شده در اعتراضات در ماه آبان به اعدام محکوم شدند. اخبار نقض زیاده، ولی خب این تعداد خبرهایی بود که من انتخاب از این که این فرصت در اختیار من گذاشتیم، من مایک رو رها میکنم. مرسی.
سپاس از شما جناب آقای عربی، متشکرم. دوستان عزیزم میتونن اخبار رو به صورت کامل با گزارش و به طور گسترده توی وبسایت خود کمیته پیدا بکنن. اخبار هم تو که آقای عربی هم فرمودن متاسفانه خیلی زیاده، حداقل توی این 2-3 ماه گذشته همه شاهد بودیم که چقدر توی کردستان، توی بلوچستان متاسفانه هم آمار بازداشتی ها خیلی بالا بوده، هم آمار کشته شده ها، و اخبار خیلی بدی داریم میشنویم از اون. دوستان عزیز، همراهان گرامی، اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. مرسی از شما جناب آقای عرابی. از سخنران بعدی من دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای مهدی افشارزاده با بررسی کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 13 تا 25 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آقای افشارزاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سپاس از شما جناب آقای ناصری. قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده است که در 21 دسامبر 1965 برابر 30 آبان 1344 شمسی در 20 دوره اجلاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و در 17 اسفند ماه 1345 که برابر با 8 مارس بود از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل امضا شد. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک قرارداد ضمنی است و نظر به اینکه منشور سازمان ملل متحد مبتنی بر اینه که یک سری اصول، اون اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلی افراد، چه افراد عادی جامعه چه کسایی که عضو دولت هستن، متحد شدن که با همکاری سازمان ها برای نیل به یکی از اهداف سازمان ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برابر برای همه افراد، یعنی دیگه نژاد یا جنس یا زبان یا مذهب باعث نشه که اونا از حقوق اولیهشون دور بمونن. نظر به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده که کلی افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت حقوق متولد میشن و باید بتونن از کلیه حقوق و آزادی های مندرج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار باشن. باید به این موضوع توجه کنیم که در پیشگاه قانون همه انسان‌ها با هم برابرند و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار بشن. سازمان ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیض رو که به همراه داره، حالا به هر شکلی در هر محلی که وجود داشته باشه، محکوم کرده. من میخوام به ماده 15 تا 20 بپردازم. نیل به اهداف اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و سازمان ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه 1514 مجمع عمومی از حق خواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بین‌المللی یا از طرف سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی به آنان اعطا کرده محدودیت ایجاد نمی‌کند. حالا چه کمیته‌ای داره؟ یک کمیته متشکل داره که طبق بند 1 ماده 8 قرارداد، این رونوشت شکایات و اصل از ارگان‌های سازمان ملل متحد رو که مشهور به مسائلی باشن که با اصول و هدف‌های قرارداد ارتباط مستقیمی دارن، این گزارش ها رو دریافت میکنه، گزارش های تبعیضی که وجود داره، حالا چه افرادی که این تبعیض رو به وجود میارن
چه افرادی که تحریک میکنن که دیگران اون تبعیض رو به وجود بیارن و هم محل حکم. و درباره شکایت رسیده در اون اراضی تحت قیومیت و یا غیر خودمختار یا به طور کلی از سایر سرزمین ها که حالا مجمع عمومی اونا رو قبول داره با مسائل منظور در قرارداد حاضر ارتباط و ارگان های مذکور راجع به اون اقدام و رسیدگی می کنن، اظهار عقیده می کنن و راجع به موضوع آن شکایت حالا اون توصیه های لازم رو برای اینکه حالا اون فردی که مورد تبعیض قرار گرفته، اون قوم، اون گروه چگونه حالا باید وارد جامعه بشن و با جامعه سازگار بشن. کمیته رونوشت گزارش های ارگان های سالهی سازمان ملل متحد رو در زمینه اقدامات قانونگذاری و قضایی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیماً به اصول و هدفهای این قرارداد مربوط میشه و توسط قوای اجرایی اون سرزمین های مذکور که حالا خودشون جداگونه اونا رو معرفی میکنن دریافت میشه و عقاید و پیشنهادهای خودشون رو به اطلاع اون ارگان ها میرسونن. ماده 16 مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیری که بایستی برای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به دست بیاد بدون خلل به سایر حل اختلاف، اون نمیدونم رسیدگی به شکایات، اونم شکایاتی که راجع به موضوع تبعیضاته که در اسناد اساسی سازمان ملل یا اسناد مربوط به تأسیس مؤسسات تخصصی اون یا در قراردادهای مصوبه سازمان ملل متحد اینا در نظر گرفته شده، این موارد باید اجرایی بشه و بعد از اون مقررات مذکور مانع اون نباید بشه که حالا هر کدوم از این کشورها به سایر راه‌های مختلف بخوان این اختلاف و این قرارداد بین‌المللی رو دور بزنن و انجامش ندن. ماده 17 قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از مؤسسات تخصصی اونه یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری رو امضا کرده باشه و همچنین هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت در این قرارداد مفتوح بوده و باز قرار داشته. قرارداد حاضر، قراردادی که آماده شد که این تبعیض رو از بین ببره، حتی از این بردن نبود، اول کنترل بود و بعد اینکه بخواد اینو کلا ریشه‌ش رو حذف کنه. اینا در وقتی که در اون تاریخ این قرارداد تصویب شد و بعد نوشته شد، این سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا شد. خب این لازم الاجرا شدن چه زمانی عملیاتی میشه؟ اون زمانی که اون کشورهایی که اون زمان در سازمان ملل متحد بودن اون رو امضا کرده باشن، یعنی این سند رو امضا کرده باشن. خب یکی از همین کشورهایی که اینو امضا کرده کی بوده؟ کشور ایران بوده، نماینده ایران اونجا بوده. در حالی که ما خب همه ما در ایران زندگی کردیم، میدونیم که نژاد پرستی یا تبعیض نژادی در ایران به صورت سیستماتیک وجود داره. حالا خودشون اعلام میکنن که به دلیل عدم آگاهی بخشی و باعث ایجاد تبعیض گسترده، یعنی در ایران یک شکل بردهداری مدرن به وجود میاد یا نادیده گرفتن سایر گروه ها و افراد از سوی حکومت و در نتیجه نادیده گرفتن این افراد توسط جامعه در ایران وجود داره. یعنی یه نگاه های برتری جویانه ای وجود داره، نمیشه انکارش کرد. و اینکه این نگاه برتری جویانه اول از هم تو حکومت استارت خورده و هنوز هم ادامه داره، ولی باید قبول کنیم که رو بخش بزرگی از جامعه تأثیر گذاشته و حتی ما تو آثار برخی از نویسندگان هم داریم که مثلا اگر میخواد درباره مثلا مردم مثلا درباره محل زندگیشون بنویسه از پسر افغان، پسر افغانی نام برده.
ولی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت‌ها باید اقدامات لازم رو انجام بدن تا در صورت امکان افراد متعلق به سایر ادیان یا گروه ها فرصت کافی برای یادگیری هر چیزی رو داشته باشن. حالا این هر چیزی اولویتش چی بوده؟ اولویتش زبان مادری بوده، اون زبان مادری یا اون آموزش به زبان مادری که بتونن در اماکن خصوصی و عمومی بدون هیچ محدودیت یا تبعیضی درباره اون زبان خودشون صحبت کنن. نژادپرستی در تعریف قدیمی اون مبتنی بر فرض این بود که اینا با هم نابرابرن، یعنی دو دسته انسان داریم، یک دسته جنس برترن از چه لحاظ؟ از لحاظ بیولوژیک، و نتیجه اون نسبت دادن پیشرفت یا عقب موندگی ملت ها به خصوصیات ژنتیکیه که اصلا قابل تغییر نیست. اما با تحقیقات و مطالعات مشخص میشه که اینا همش اصلا هیچ دلیل علمی نداره، و وقتی که دلیل علمی نداشت به تدریج ما با مفهوم نژاد آشنا میشیم و فهمیدیم که اصلا نژاد در جهان علم به سمت بی‌اعتبار شدنه. باید دقت کنیم که نژادپرستی به صورت کلی به معنای اعتقاد بر اینه که رفتارهای شخص ناشی از ویژگی‌های ارثی و ثابتیه که در اون فرد از پیوندگیری خودش با زمینه‌های نژادیش تأثیر گرفته و سپس هر یک از این صفات در رابطه با سایر انسان‌ها باعث پیشرفت یا پسرفت میشه. یعنی این الان تفکر اجتماعیه که حاکمیت الغا کرد و نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اون برآشفتگی های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اینکه قدرت رو فقط یه گروه خاص دست میگیرن و یه گروه دیگه از اون محروم میشن. اینکه میگم قدرت گروه خاصی قدرت رو در دست میگیرن، نمیخوام بگم که فقط مجلس، رئیس جمهور، نه، حتی در لایه‌های پایینی در کنکور سال گذشته میدونیم که چند شهروند بهایی نتونستن وارد دانشگاه بشن، مردمی که دراویشی که در شهرهای تکاب هستن از کارخونه ایران خودرو و صاحبا به خاطر نتراشیدن سیبیلشون اخراج شدن. و اینکه اینا محروم میشن، اون محروم فقط این شغل عالی دولتی نیست، اونا از همه چیز محروم میشن، از حقوق اولیه شهروندشون، از حق تحصیلشون، از زندگی، اینکه یک زندگی در رفاه، امنیت و آرامش داشته باشن. جغرافیای سیاسی، میخوام به منطقه خودمون بپردازم، جغرافیای سیاسی منطقه حالا خلیج فارس در دوران معاصر تحت تاثیر یک مثلث درگیری بین سه کشور بود، ایران، عربستان، عراق، که در اون هر یک از این کشورها همدیگر رو یه خطر بسیار بزرگ معرفی میکردن. و یک کتاب هست آقای فرد هالیدی اگه اشتباه نکنم نوشته بود، میگفت این درگیری ها کمتر به تاریخ یا جغرافیا ربط دارن و بیشترش برخواسته از سیاست های نژادیه که نتیجهش میشه که یک گروه، یک نژاد یا یک سری افراد با ارزشتر، مهمتر و یک سری از افراد بی ارزشن و فقط باری بر روی جامعه هستن. ما شاید چون من نسبت به منطقه‌ای که خودم زندگی میکردم در جنوب ایران، به نظر من یکی از بزرگترین این تبعیضات نژادی با افراد عرب زبان بود،
آقای رضا ضیاء ابراهیمی که یک پژوهشگر و یک نفرسنده ایرانیه، همیشه درباره نفرت شدید از اعراب در متن‌های ملی‌گرایانه ایران رو می‌بینه و دربارش کلی کتاب نوشته و اینا رو همه رو ناشی از بینش نژادپرستانه تاریخ ایرانی در حالا سده 19 درسته. ولی خب حالا میگیم ما رو اون زمان بوده، آیا در حال حاضر مردم خوزستان، اون عرب زبان هایی که در شهر خود ما بوشهر هستن یا در بندرعباس هستن، آیا از تمام حقوق شهروندیشون میتونن استفاده کنن؟ آیا میتونن خیلی راحت زندگی کنن؟ شاید اینو باید در نظر بگیریم که خود حکومت، خود دولت این استاد رو زد و این به جامعه تزریق شد و هنوز هم در جامعه وجود داره. معذرت میخوام که این جمله رو میخوام بگم، ولی هنوز در بعضی از گفتگوهای عامیانه ما کلمه عرب ملخور رو داریم، در حالی که من خودم ما بوشهر که بودیم مدرسه اون یکی بوده با کسانی که عرب زبان بودن، خود توی یه مدرسه میرفتیم شهید مدنی، مردمی بسیار نجیب، مردمی سخت کوش، همیشه سخت‌ترین کارها رو انجام میدادن چون اجازه نمیدادن که کارهای ساده انجام بدن. ولی حکومت به وسیله رسانه ها، کتاب ها، جوک ها، عرب ملخور، سوسمارخور، در حالی که ما یه نگاهی به این کشورهای حاشیه خلیج فارس بندازیم، فقط یه نگاه به اقتصادشون بندازیم، یه نگاه به نوع زندگیشون به بردازم، اصلا متوجه میشیم که ما اصلا حالا به اون صد نمیرسیم با این حکومت و این عبارت ها به عنوان تحقیر مورد استفاده میگرفت که ما نژاد اونها رو مورد حمله قرار بدیم، ما تبعیض قائل بشیم به این افراد. و این کلیشه اغلب با خاطره هایی که از دست دادن این تمدن و نابودی اونا توسط اعراب به عنوان بیابانگرد و بیفرهنگ معرفی میشه و باید کاملا دقت کنیم که اینا به جامعه تزریق شده و به جامعه تزریق میشه. اونم از کی؟ از سنین کم، یعنی اون کسی که حتی بچه که وارد مدرسه میشه. میخوام اشاره کنم به نارامی های سال 1384 اهواز که یه تظاهرات بسیار مسالمت آمیز بود که در اعتراض به استقرار اقوام فارس در شهرک های انحصاری که به منظور انجام تغییرات جمعیتی و نژادپرستی سیستمی صورت می گرفت. فردی به نام علی بطرانی در جریان این اعتراضات بازداشت شد، یعنی گزارش هست که بازداشت شده، اما سه روز بعد جسد بیجانش در رودخانه کارون در حالی پیدا شد که آثار از بین رفتن چندین اندام داخلی و چشمهاش دیده شد که نشون از شکنجه شدید اون داشت، در حالی که مقامات ایران کشته شدنگان این اعتراضات رو 3 تا 4 نفر عنوان می‌کردن، دیدبان حقوق بشر از کشته شدن حداقل 50 نفر در یک تظاهرات مسالمت آمیز در اهواز اشاره کرد. شاید تنها راهی که میشه جلوی این تبعیض رو گرفت اینه که ما یاد بگیریم، از خودمون شروع کنیم. ما میتونیم به همه آدم ها احترام بذاریم بدون توجه به دین، به جنسیت، گرایش جنسی، قوم، هر مورد دیگه ای، فقط اونو به عنوان یک انسان بدونیم. در روزی که ما این کار انجام بدیم، هر کدوم از ما این کار انجام بدیم، مطمئناً جهانی عاری از تبعیض نژادی خواهیم داشت. سپاس از شما خوبان که به صحبت‌های من گوش کردید. صحبت و نظری باشه، من در خدمتتون هستم. سپاس از شما جناب آقای افشارزاده بابت بررسی گنواسیون، بسیار عالی و خوب بود و کامل و جامع به همه نکات اشاره کردید. شما درست هم اشاره کردید، بحث حالا تعویض نژادی سیستماتیک متاسفانه توی کشورمون بوده و هست و کماکان داریم می‌بینیم هنوز توی کشورمون،
اختلافایی که حکومت به وجود آورده بین اقوام متاسفانه، البته الان به نسبت خیلی کمتر شده نسبت به قبل، چون مردم یه ذره آگاه‌تر شدن نسبت به محیط اطرافشون به خاطر حالا شبکه‌های اجتماعی، دسترسی آزاد به اینترنت و بقیه مسائل. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی حداقل تو این 40 سال گذشته، البته قبلش هم بوده، ولی خب حالا ما در رابطه این 40 سال اخیر بخوایم صحبت کنیم، از همون ابتدا این تفرقه افکنی و بین اقوامش همیشه گذاشته با حالا شما فرمودید جوک و یا بقیه مسائل. ولی من یه اصل خود قانون اساسی رو میخوام حالا خدمتتون بگم، اصل 19 و 20 که توی خود قانون اساسیمون هست، یعنی چیزی که خود همین جمهوری اسلامی نوشته و قاعدتا باید بهش پایبند باشه. یکی اصل 19 که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز خاصی نمیشه، و اصل 20 هم که همه افراد اهم از زن و مرد یکسان هستن و در حمایت قانون قرار دارن و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارن. خب این چیزی که الان ما داریم میبینیم توی قانون اساسیمون هست، ولی واقعا داره اجرا میشه؟ به تبع داریم میبینیم که دقیقا 180 درجه فرق میکنه اصلا چیزی که ما توی جامعهمون داریم میبینیم و چیزی که توی قانون اساسی هست. هم بحث تفاوت بین زن و مرد که البته خب حالا اینجا نوشته شده با رعایت موازین اسلامی، خب حالا ببینیم اسلام چی میگه در این مورد، که هممون در واقع میدونیم که حالا جایگاه زن توی اسلام، حالا ما میگیم نصف مرد، ولی واقعا کمتر از همون نصف هم هست و چیزی که واقعا داره اجرا میشه الان توی کشورمون. میگم متاسفانه خود حکومت به همون چیزی که خودش نوشته پایبند نیست توی قانون اساسیش. در رابطه با اهوازم شما فرمودید برای سال 84 من بودم خودم موقع توی 84 توی اهواز و اون فجایعی که توی اون سال اتفاق افتاد من از نزدیک خودم شاهدش بودم و لمسش کردم واقعا، که اتفاقاتی که هم سال 84 و هم سالهای قبلش، چون این ادامه دار بود از سال فکر میکنم 80 بود یا 81 بود فکر میکنم، یه سری اتفاقات افتاد توی اهواز که گفتن که حزب الاهواز بود، گفتن که میخواد جدایی طلبی و میخواد خوزستان رو جدا کنه از ایران، و یه سری حملات توی اهواز و حالا بقیه شهرها اتفاق افتاد که حالا یه سری آدم هم کشته شدن اون موقع، که همه رو نسبت دادن به همین حزب الاهواز. و مردم اهواز خیلیشون میدونن واقعا این اتفاقاتی که افتاد همش زیر سر خود حکومت بود و اون حزب الاهواز واقعا کاری نبود تو مسائل، ولی این کارا رو حکومت کرد به اون شکل فجیع که یه جورایی مردم رو علیه اون حزب بشورونه، یه کاری کنه که مقابل اون حزب قرار بگیرن. بعضی ها متاسفانه خب گول این حکومت رو خوردن و همین اتفاق هم افتاد، مقابله کردن با اون حزب، ولی خیلی ها نه، خیلی ها باورشون بر این بود که واقعا اون حزب جدایی طلب نیست و همچی کارهای وحشیانه یه هیچ وقت سر نمیزنه. تو اون سالا واقعا یادمه، فکر میکنم شاید بتونم بگم به جرات ماهی یه بار، دو ماهی یه بار یه دونه بمب کنار خیابون میذاشتن. حالا شاید خیلی از دوستان ندونن اینو، توی خیابون بمب میذاشتن، توی سطلاش حالا بمب میذاشتن. اونایی که اهواز بودن یادشونه، یه خیابونی داریم به اسم نادری، کل سطل آشغالای اون چیزو بعد اون بمبگذاری اصلا کلا کندن. یعنی شما تو خیابون نادری که مرکز شهر اهواز است یه دونه سطل آشغال نمیتونستی پیدا کنی، برای اینکه هر شب یا میگم ماهی یک بار میمدن بمب میذاشتن داخل اون سطل آشغالا که بندازن گردن اون حزب الاهواز و یه جورای مردم که مقابله کنن با اون. متاسفانه این دست اتفاقات که حالا جمهوری اسلامی اون موقع انجام داد کم نبود، خیلی زیاد بود و آدمای خیلی زیادی متاسفانه موقع کشته شدن یا حالا شکنجه شدن، خیلی زیاد. اگه بخوام در مورد برای دوستای خودم خیلی اتفاق افتاد، خیلی زیاد میتونم در مورد این صحبت کنم. دوستان عزیز، حالا اگر در رابطه با صحبت‌های ارائه شده، کنوانسیون ارائه شده، نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشید که شنوا بشید. خب مرسی از همه دوستان، سپاسگزارم آقای افشارزاده. سراغ سخنران بعدیمون میریم. سخنران بعدی ما جناب آقای صادق فرخی قصر عاصمی با موضوع اعتراض اقوام در برابر جمهوری اسلامی ایران.
جناب آقای فروخی، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. بله، با تشکر از شما جناب ناصری عزیز و همکاران گرامی. اعتراضات مردمی در سراسر دنیا امری از طبیعی و حقی شناخته شده و منشور حقوق بشر سازمان ملل. در هر جامعه یا کشوری ممکن است عده‌ای، اقلیت یا اکثریت، نسبت به یک موضوع، قانون و یا شرایط جامعه اعتراض یا مطالبه‌ای داشته باشند. گاه این اعتراضات با خشونت و تخریب همراه است و گاه مسالمت آمیز به پایان می‌رسد. اما همواره نحوه برخورد حاکمیت با این اعتراضات است که نظرها را به خود جلب می‌کند. معمولاً در کشورهایی با حکومت دیکتاتوری اعتراضات مردمی به شدت سرکوب می شود و در حکومت‌های آزاد تا زمانی که اعتراضات به تخریب اموال عمومی و خشونت کشیده نشده با مماشات پلیس همراه است. با آنکه اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح تأکید کرده است، اما در عمل و با نگاهی به تاریخچه اعتراضات در ایران، این اصل در بیشتر مواقع نادیده گرفته می شود، گرفته شده است. و اما نخستین اعتراضات پس از انقلاب، نخستین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، اعتراض بانوان به حجاب اجباری بود که 25 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند 1357 و همزمان با روز جهانی زن رخ داد. این اعتراض در پی چاپ سخنرانی روح‌الله خمینی به عنوان تیتر اول در روزنامه اطلاعات مورخ 16 اسفند 1357 آغاز شد. در این مطلب با عنوان نظر امام درباره حجاب آمده است، الان وزارتخانه ها آن طوری که برای من نقل می کند بازن همان صورت طاغوت را دارد. در وزارتخانه های اسلامی نباید زنان لخت بیایند. زنها بروند اما با حجاب باشند. چاپ این مطلب با راهپیمایی های پراکنده در موافقت و مخالفت حجاب همراه شد. صبح روز بعد یعنی 17 اسفند ماه کارمندان زن بدون حجاب اجازه ورود به محل کار خود را نیافتند. همزمان در دانشگاه تهران تجمعی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد و این تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده شد، اما در میانه را با خشونت اعضای کمیته انقلاب اسلامی مواجه شد. مردانی که فریاد می زدند یا روسری یا توسری به صف معترضان به حجاب اجباری یورش بردند و حتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک تیر هوایی نیز متوسل شدند. روز جمعه 18 اسفند این خشونت ها به افراد ضد انقلابی نسبت داده شد و اعلام شد که مزاحمان بانوان به شدت مجازات خواهند شد. اما در روزهای بعد نیز این وضعیت ادامه یافت. شنبه 19 اسفند بانوان دادگستری و رادیو تلویزیون ملی اجتماع کردند که باز با خشونت و تیر هوایی همراه شد. آن روز تیتر روزنامه اطلاعات به مصاحبه سید محمود طالقانی با عنوان در مورد حجاب اجباری در کار نیست مربوط بود. این اعتراضات به حجاب اجباری در سایر شهرهای ایران نیز ادامه داشت، اما به مرور و به خصوص پس از درگذشت طالقانی حجاب برای بانوان اجباری شد. در خرداد 1360 اعتراضات خرداد سال 60 با طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت توسط مجلس شورای اسلامی آغاز و توسط سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شد. این درگیری‌ها در شهرهای مختلف ایران چون اصفهان، تبریز، اهواز، بندرعباس و غیره به وقوع پیوست و اعلام شد که در تهران 50 کشته و حدوداً 200 زخمی بر جای گذاشته است. در درگیری‌های خرداد 60 به نقل از بسیاری از تحلیلگران اتفاقی بود که تضادهای سیاسی را وارد مرحله غیرقابل بازگشت کرد. در آغاز دهه 70 شمسی با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ
و افزایش نرخ تورم تا 49.4% شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد. آثار این شوک اقتصادی در سطح زندگی مردم تأثیر گذاشت و در چندین مورد مردم را به خیابان‌ها کشید. و اما در مشهد 9 خرداد 1371 تصمیم به تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب مشهد توسط بولدوزرها با مخالفت ساکنان خیابان طبرسی روبرو شد. بنا به گزارش‌ها در جریان این درگیری از سوی ماموران به یک دانش آموز شلیک شد و این مقدمه‌ای برای یک اعتراض گسترده و پرخشونت بود. روز بعد نیروهای سپاه پاسداران به منطقه اعزام شدند و با یک سرکوب خونین این قائل سرانجام پایان یافت. مقام‌های رسمی هیچگاه آماری از مجروحان و کشته شدگان این حادثه اعلام نکردند. و همچنین در قزوین در مرداد سال 1373 طرح استانی شدن قزوین در مجلس رأی نیاورد و باعث اعتراض مردم شد. این اعتراض با بستن جاده های استان توسط معترضان آغاز شد و خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. مردم خشمگین به چندین سینما و بانک خسارت وارد کرده و اوضاع از کنترل مقامات انتظامی خارج شد. این بار هم سپاه پاسداران با لشکر سید الشهدا به میدان آمد و موج عظیمی از سرکوب مسلحانه و دستگیری به راه افتاد و این حرکت اعتراضی به پایان رسید. و همچنین در اسلامشهر مردم اسلامشهر که از قشر کم درآمد جامعه به حساب می آمدند نسبت به گرانی ها به خصوص گرانی کرایه تاکسی معترض بودند. اما جرقه این حرکت از روستای اکبرآباد و در اعتراض به جیربندی آب آغاز شد و به سرعت به سایر روستاها و شهرک ها رسید. مردم معترض که پاسخ قانع کننده از فرمانداری و شهرداری نگرفته بودند، مسیر جاده ساوه به چهاردانگه را مسدود کردند و پس از 2 روز تقابل مردم و نیروی انتظامی سرانجام لشکر سارالله سپاه و سپس ضد شورش و پلیس ضد شورش وارد میدان شدند و به سرکوب این اعتراض پرداختند. این درگیری 3-4 روز به طول کشید و نیروهای امنیتی از آسمان و زمین به سرکوب مردم پرداختند. و همچنین کوی دانشگاه و فصل جدید جنبش دانشجویی. بیشک در بین حوادث مختلف دهه 70 خورشیدی، یکی از مهمترین حوادث در زمینه حرکت‌های اعتراضی حادثه کوی دانشگاه بود. سال 1378 کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم طرحی به عنوان اصلاحی قانون مطبوعات به تصویب رساند. قانونی که به باور برخی از روزنامه‌ها و فعالان سیاسی سایه استبداد را بر روی روزنامه‌ها می‌گستراند. روزنامه سلام سند محرمانه‌ای از وزارت اطلاعات را با تیتر سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است منتشر کرد. روز 17 تیر روزنامه ها از تعطیلی روزنامه سلام خبر دادند. اولین تجمع در اعتراض به توقیف روزنامه سلام ساعت 9 شب در برابر خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران شکل گرفت و بعد از چند ساعت به شکل مسالمت آمیز پایان یافت. اما بامداد 18 تیر ما لباس شخصی ها به همراه برخی ماموران امنیتی به کوی دانشگاه حمله کرده و به ضرب و شتم و بازداشت عده‌ای از دانشجویان پرداختند. این یورش آغازگر چندین روز اعتراض‌های سراسری دانشجویان و مردم در بسیاری از شهرهای کشور بود که تا 23 تیر ماه ادامه یافت. ابعاد این حرکت به قدری در اذهان عمومی گسترده بود که موجب شد مصطفی معین وزیر علوم از سمت خود استعفا کند. همچنین بعدها یک کمیته حقیقت‌یاب از طرف دولت برای بررسی این موضوع ایجاد شد. برخی از مقامات جمهوری اسلامی حتی اکنون و با گذشت چندین سال از آن حادثه هنوز سعی دارند این موضوع را به یک جریان منحرف نسبت بدهند. به طور مثال علیرضا زاکانی شهردار حال حاضر تهران
در 20 سالگرد این حادثه به خبرگزاری تنسین گفته بود که حمله به کوی دانشگاه یک فتنه در ادامه مسیر قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. همانند سایر رویدادهای اعتراضی، هیچگاه از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت شدگان وقایع کوی دانشگاه آمار رسمی ارائه نشده، ولی هنوز از سرنوشت دست کم 2 دانشجوی بازداشت شده در آن اعتراضات خبری نیست. فرشته علیزاده و سعید زینالی. و همچنین جنبش صف با پایان انتخابات ریاست جمهوری 1388 و اعلام خبر پیروزی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی نتایج این انتخابات را نپذیرفت و 3 روز بعد در تاریخ 25 خرداد 88 از حامیان و معترضان به نتایج این انتخابات خواست که در یک تجمع گسترده شرکت کنند. این راهپیمایی که به قول برخی از ناظران بزرگترین راهپیمایی غیرحکومتی بعد از انقلاب سال 57 بود، با تیراندازی برخی از نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد. برخلاف سایر حرکت‌های اعتراضی این بار اما تلفن‌های همراه فرصتی بودند تا وقایع را به تصویر بکشند و به وسیله اینترنت در اختیار مخاطبان جهانی بگذارند. تصاویر جان باختن دختر جوان 27 ساله‌ای به نام ندا آقا سلطان را به نمادی از مبارزه مردم در آن دوران بدل کرد. حکومت به سرعت اینترنت را محدود و در مواردی کاملا قطع کرد و خبرنگاران خارجی را به سرعت از ایران خارج کرد تا اجازه انتشار این اخبار داده نشود. اما دامنه این برخلاف اعتراض‌های پیشین گسترده‌تر شد. معترضان از هر فرصت و مراسم حکومتی برای حضور در خیابان‌ها بهره می‌گرفتند. از مراسم روز قدس گرفته تا فوت حسین علی منتظری و حتی عاشورا و تاسعا همان سال که یکی از خونین‌ترین روزهای این قیام بوده است. طبق آمار رسمی حداقل 12 تن در تهران در روز عاشورا جان باختند. حجم گسترده سرکوب به قدری بود که میرحسین موسوی به صراحت از به زیر انداختن افراد بیگناه از روی پل‌ها و بلندی‌ها، تیراندازی‌ها و آدم زیر کردن و ترورها یاد کرد. ابعاد رسانه‌ای این حادثه باعث بروز واکنش بین‌المللی شد، ولی حکومت باز با برگزاری یک راهپیمایی در 9 دی ماه همان سال پایان این حرکت اعتراضی را اعلام کرد و ساله در سالگرد این رویداد مراسمی برپا می‌گردد و اعتراضات بدون ساماندهی. دهه 90 شامل اعتراضات گسترده‌ای بوده است. افزایش فشار اقتصادی، بسته‌تر شدن فضا برای انتقاد و ناامیدی از آینده تأثیر فراوانی بر نحوه اعتراضات در سالهای دهه 90 خورشیدی داشت. در دی ماه 1396 تا شهریور ماه 1401 یک تحول سیاسی نسبتاً پیوسته و همگن در ایران در حال وقوع بود. این تحول ابعاد نسبتاً روشنی دارد. مراکز عمده آن شهرهای کوچک و حتی روستاها و مطالبه اصلی آن سقوط جمهوری اسلامی است. در صورت خشونت نیروهای رژیم در گرد همایی ها، مراکزی که به آن حمله می شود مقرهای بسیج و دفتر امام جمعه ها است و نیروهای فعال آن نیز جوانان 17 تا 35 ساله ناامیدی هستند که چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. در این حرکت ها دختران، جوانان و زنان سهمی قابل توجه دارند و امروزه صداهایی از جمعیت های چند هزار نفری زنان، مردم، هنرمندان، فوتبالیست ها، هنرپیشه ها، حتی کودکان نیز به گوش می رسند. بانگ زنان کاملا واضح است، گرچه چهره‌ها هم به دلایل امنیتی پوشانده نمی‌شوند. این ویژگی‌ها در 5 سال گذشته بروز و ظهوری پایدار و سازگار داشتند.
علارغم احتمال بالای کشته شدن بازداشت و محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی و حتی معیشت روزمره صدها هزار نفر در این سلسله اعتراضها شرکت کردند و هزاران نفر کشته و ده ها هزار تن بازداشت و بخشی از آنها به زندان محکوم شدند. و اما در دی ماه 1396 از مشهد آغاز شد، اما به سرعت گسترش یافت. ماهیت آن تغییر کرد و به سرعت اصل نظام را هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای آن حرکت اعتراضی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بود. و اما اعتراضات سال 98 ایران یا آبان خونین، اعتراضات آبان 98 یا آبان خونین مجموعاً اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که در 24 آبان 1398 و پس از انجام مجدد سهمی بندی بنزین در ایران و افزایش 200% قیمت بنزین آغاز شد. این اعتراض که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری و متمرکز و در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، ولی سپس نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران روحانی آن را هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، 29 استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند. تعداد جانباختگان اعتراضات را از چند صد تا 1500 نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از اعلام رقم دقیق کشته شدگان سر باز می‌زنند. از سوی دیگر برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیش از 7500 مرگ بدون دلیل در پاییز 98 و 6300 مرگ بدون دلیل در آبان 1398 ثبت شده که علت این مرگ و میر کووید 19، آنفولانزای فصلی، تصادفات جاده‌ای و حوادث طبیعی نبوده است. آمار دقیقی نیز از بازداشت شدگان در دسترس نیست، اما جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که در جریان اعتراضات دست کم 8600 نفر در 22 استان ایران بازداشت شدند. و اما زن زندگی آزادی، شعاری که در بسیاری از شهرهای ایران تنین انداز شده، حساس‌ترین نقاط ایدئولوژی حکومت اسلامی را آماج خود گرفته است که طی حاکمیت نکبت‌بارش از همان ابتدا مبتنی بر تبعیض، تحقیر و ستم علیه زنان، محروم کردن اکثریت توده‌ها از معیشت انسانی و زندگی آبرومندانه و برعکس ترویج مرگ و شهادت و مرده پرستی و ضدیت با آزادی در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی بوده و هست. حرکتی که از 26 شهریور ماه در پی قتل مهسا امینی، دختر جوان کرد در بازداشتگاه گشت ارشاد در تهران، نخست در کردستان و سپس در دیگر استان‌ها و شهرها آغاز شد و به سرعت حدود 100 شهر بزرگ و کوچک در اقصانقاط کشور را فرا گرفت. این خیزش که در آغاز با انگیزه اعتراضات به حجاب اجباری، یعنی یکی از ابزارهای اصلی اعماق اقتدار و کنترل رژیم و یک نماد آشکار سلطه شریعت و شؤون جامعه شکل گرفت، به زودی رهبر ارکان و تمامیت رژیم جمهوری اسلامی را هدف گرفته و گسترش یافت. هرچند که این جنبش خودجوش بوده، ولی در جامعه در حال جوشش ایران اصلا غیر منتظره نبود. تداوم حاکمیت سانسور و سرکوب استمدار و تشدید فشار و ظلم ستم مرزنان بر ملیت‌های تشکیل دهنده ایران، بر پیروان سایر مذاهب و انواع تبعیضات و تضییقات دیگر، روند افزاینده تخریب محیط زیست، عدم پاسخگویی به نیازهای ابتدای اکثریت توده ها طی سالیان طولانی، بیکاری و گرانی بی سابقه و تشدید روز افزون فقر، محرومیت و نابرابری های طبقاتی و منطقه‌ای همراه با
میل و درآمدهای همراه با حیف و میل درآمدها و دارایی‌های عمومی برای ماجراجویی‌های داخلی و خارجی، غارتگری بی سابقه و رواج فساد گسترده در تمامی نهادها و ارگان‌های حکومتی از جمله زمینه‌های عینی و ملموس این خیزش بوده است. این حرکت خود در امتداد خیزش‌های دی 1396، آبان 98 و همچنین تظاهرات گسترده مردم خوزستان و به خصوص ملت ستمدیده عرب در تیرماه سال گذشته است. اگرچه تفاوت‌ها و ویژگی‌های آن نیز نمایان است. به رغم همین سرکوبگری‌ها و تهاجمات رژیم برای خاموش کردن این خیزش اعتراضی مسالمت‌آمیز، این حرکت متوقف نشده و طی 8 هفته گذشته با فراز نشیب‌های نیز ادامه یافته است. دختران و پسران دانشجویان و دانش آموزان، زنان و مردان جوان، میانسال و یا سالمند به میادین و خیابان‌ها آمدند و فریادهای آزادی خواهی و برابری طلبیشان را سر دادند. زنان این بار نه تنها به صورت فردی و گروهی، بلکه در تجمعات سراسری روسری‌هایشان برداشته و در آتش انداختند و به همراه مردان به خشونت‌هایی که این همه سال زیر لوای مذهب شریعت و یا سنت بر آن اعمال شده و می‌شوند علناً اعتراض کرده و آزادی‌ها و حقوق پایمال شده‌شان را مصرانه مطالبه می‌کنند. جوانان با جسارتی فوق‌العاده فریادهای خشم و نفرت فروخته‌شان علیه سانسور و سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی و همچنین علیه نابرابری‌ها، محرومیت، بیکاری و بی‌چشم اندازی را بلند کرده و حق کار و حیات، حقوق و آزادی‌های دموکراتی و عدالت می‌خواهند. اما این جنبش تا به حال نیز نتایج و دستاوردهای در خور توجه داشته است. بیش از هر چیز رویارویی مردم با رژیم حاکم وارد مرحله تازه شده و بار دیگر فقدان مشروعیت و ماهیت ضد انسانی و ضد دموکراتیک آن در داخل و انتظار جهانیان برملا کرده است. حتی اگر رژیم بتواند این سرکوب و این خیزش را خاموش کند، بسیاری از امور جامعه و یا ترتیبات حکومت اسلامی دیگر به حالت سابق باز نخواهد گشت. قضا و آب مثل دموکراسی و آزادی و کرامت و تشکیل و شغل نیست که افراد بدون آنها نیز بتوانند به حیاتشان ادامه دهند و نبودشان را تحمل کنند. با سخنان هفتگی امام جمعه ها هم نمیتوان سطح انتظارات مردم از آب و غذا را پایین آورد تا مثل سال 1357 با افزایش انتظارات انقلاب نشود. جنبش 5 سال اخیر در تشدید محرومیت اکثریت ایرانیان از حداقل زندگی ریشه دارد. امام جمعه هم مانند دیگر روحانیون هیچ مرجعیت اجتماعی ندارند. ممنونم که این وقت رو به من دادید. صحبت‌های من تموم شد. من میکروفون را میکنم. سپاس از شما جناب آقای فرخی، متشکرم. فقط یه نکته، اون در واقع میشه گفت این تظاهرات یا این حالا خیزشی که اتفاق افتاده یه تفاوتی که واقعا داره نسبت به حالا راهپیمایی ها و تظاهراتی که قبلا اتفاق میافتاد. یکیش همین حضور اقوامه. ما در رابطه با اقوام متاسفانه کم صحبت کردیم. واقعا حضور اقوام میشه گفت که یه جورای مکمل این انقلابه. یعنی اگه حضور پیدا نمی‌کردن اونم به این شکل گسترده، شاید تا الان تمام این اتفاقات تموم شده بود و کشور به همون روال سابق برمیگشت. ولی خب تو این چند ماه اخیر دیدیم، تو یکی دو ماه اخیر دیدیم که هم سیستان و بلوچستان و هم کردستان، واقعا کردستان سنگ تموم گذاشت و با تمام وجودش، یعنی مردم واقعا با هر آن چیزی که دارن مقابل این نظامی که واقعا تا دندون مسلحه. میبینید که با چه تجهیزاتی وارد یه شهر میشن، با توپ و تانک و
ماشین‌های زرهی و آبپاش و هر چیزی که فکرشون می‌کنه وارد شهر میشه و مردمی که حالا توی مهآباد و توی پاوه و توی سنندج و توی بقیه شهرها توی کرمانشاه اینا دیدیم که با دست خالی با هم با اینا می‌جنگیدن و این کمی متفاوت کرده نسبت به قبل و نباید واقعا دست کم بگیریم یا کم رنگ ببینیم این حضور اقوام رو توی این تظاهرات اخیر. خیلی دوست داشتم بیشتر در مورد این حالا شما صحبت می‌کردید. حالا ممنون شم دوستانم اگر که در این رابطه بتونن صحبت کنن. بله خانم رضا بن بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود و عرض ادب دارم خدمت عزیزان. دقیقا من هم می‌خواستم همین رو عرض کنم که درست این اعتراضات، این جنبش، این انقلاب متعلق به کل ایران هست، اما یه مسئله‌ای که هست تو کشور ما همیشه بر این صحبت بوده که اقوام تجزیه طلبن، تهمت‌هایی که زده می‌شد یا اینها چرا این قوم بلند نشد، چرا اون قوم بلند نشد، اما توی این انقلاب میشه گفت و این ثابت کردن مردم اینها همه افترا و تهمت بود. اعتراضات کردستان آقای ناصری فرمودن نشون داد وقتی میگن از کردستان تا زاهدان یعنی ما یک دست هستیم، از هم حمایت میکنیم. یا وقتی زاهدان بلند میشه و این اسم رو به کار میبره، از کردستان نام میبره یا از گیلان نام میبره، از شمال نام میبره، اینا نشون دهنده اتحاد هستش. به خاطر همین خیلی برای ما حائز اهمیت هست و اینکه خوبه که در این کمیته از تک تک اینا، ایران مجموعه این اقوام و ملت با هم شده، ایران اهمیت داره، نمیتونیم نادیده بگیریمشون، خودشون یه ملت و تو کنار هم هستیم و نمیتونیم نادیده بگیریم و اعتراضاتشون، جنبش هاشون، کارهایی که کردن حائز اهمیت هست و قابل تحسین و اینکه باعث میشه ما بیشتر در واقع انرژی بگیریم، انگیزه بگیریم که اینا همه با هم هستیم. ممنون، من مایک رو رها میکنم. مرسی از شما خانم رضاوند. دقیقا حالا چیزی که واقعا میتونستیم تو این چند وقته ببینیم، حالا حضور کردستان و بلوچستان سر جای خودش، ولی یه شهرهای خیلی کوچیکی که شاید تو هیچ کدوم از حالا تظاهرات و راهپیمایی که قبلا اتفاق میافتاد اصلا اسمی ازشون شنیده نمیشد، حالا میبینیم که پا به پای بقیه مردم واقعا توی خیابونا هستن و دارن علیه این حکومت میجنگن. من یه شهرهای اسمشون میشنیدم که واقعا اصلا نمیدونستم کجا ایران قرار داره، متاسفم که نمیدونستم واقعا، ولی واقعا نشنیده بودم تا حالا اسمشون رو، ولی میبینم که الان همه دارن شرکت میکنن توی اعتراضات و اصلا مهم نیست که دیگه بگیم بلوچ، بگیم کرد، بگیم نمیدونم یزدی، اصفهانی، همه به همه پا به پای هم دارن علیه این حکومت فاسد مبارزه میکنن و این واقعا جای تقدیر و تشکر داره از همه، از همه اقوام، از همه مردم ایران. سرکا خانم مباشری فرد بفرمایید، خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی همکاران عزیز و تشکر میکنم بابت سخنرانی هایی که دوستان انجام دادن، کنوانسیون ها و تحلیل خبر. ولی که من یه خواهشی دارم دوستان، وقتی که موضوع سخنرانی انتخاب میکنید و خب در رابطه با اقوام هست، سعی کنید که در چارچوب همون اقوام صحبت بشه. درسته ما قوم جدا ناپذیری نیستیم، نمیتونیم بگیم که مثلا حالا فارس ها، کرد ها، حالا ترک ها همه جدا از هم هستن، خیر همه در کنار هم هستیم، ولی سعی کنیم که مثلا دیگه قشر حالا دانشجو یا مشکل یا قشر کودک یا قشر چیز دیگه رو با اقوام قاطی نکنیم و سعی کنیم موضوعات سخنرانی ها رو از هم دیگه جدا نکنیم. ممنون از شما، البته فوق‌العاده خوب بود، فوق‌العاده آدم میبینه که در کشورش چقدر اعتراضاتی صورت گرفته و میبینه که هر روز و هر روز چه مشکلاتی به وجود اومده و امروز هم روز جهانی حقوق بشر هست و این حقوق بشر رو ما امیدواریم که به زودی در ایران هم ببینیم. مرسی. مرسی از شما خانم مباشری فر. بله من به نوبه خودم تبریک میگم واقعا روز 10 دسامبر رو، روز جهانی حقوق بشر رو، به همه فعالان حقوق بشر. یه جورایی حالا این سخنرانی و این موضوع سخنرانی حالا مرتبط بود به اعتراضات و یه جورایی هم مرتبط بود به حالا بحث آزاده، بحث آزادی که امروزمون حالا بحث آزادمون میدونی که حق تجمع و اعتراضه و در رابطه با اعمال فضای سرکوب و ارعاب توی شهرهای ایرانه. آقای فروخی اشاره کردن به این بحث تا حدودی که حالا چه اتفاقاتی توی این اعتراضات و چه سرکوبای اتفاق افتاده،
حالا بقیه بحث رو حالا خوشحال میشم که با دوستان توی بحث آزادمون ادامه بدیم و بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم، در رابطه با اعتراضایی که الان توی ایران داره اتفاق میفته و سرکوبایی که متاسفانه این رژیم علیه مردم داره انجام میده. خب الان دوستان بحث آزادمون اصلا شروع بکنیم. در رابطه با بحث آزاد و من همین ابتدای کار که میخوام بخوام صحبتامو شروع کنم، میخوام اول در رابطه با اصل 27 قانون اساسیمون یه نکته بگم. خب اصل 27 قانون اساسی همونطوری که شما دوستانم کامل میدونید، من فقط میخونم یه روخونی براتون. اصلیه که در واقع، حالا من قبلش اینو بگم، اصلیه که در واقع وجود خود این اصل توی قانون اساسی هر کشوری فرق نمیکنه، هر کشوری مصداق وجود آزادی بیانه، اما در ماهیت این اصل و قوانین و تبصره‌هایی که به این اصل توی اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چسبونده شده، خب پر از ایرادات ریز و درشته که در واقعیت نقض آزادی بیان رو توی کشور به همراه داره. توی اصل 27 قانون اساسی اومده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاده. خب تو اولین موردی که اینجا داریم میبینیم و به چشم میخوره راهپیمایی بدون حمل سلاحه، که خب باید بگیم خب باید هم همینطور باشه و هیچ اشکالی هم نداره این مورد. اما مورد دوم که ایرادات این اصل از اینجا شروع میشه اینه که نباید مغایرتی با مبانی اسلامی داشته باشن این تجمعات. همین مغایر نبودن با اسلامه که دست حکومت رو برای سوء استفاده از قانون باز میذاره و به طور کامل با برگزاری هر نوع تجمعی از سمت مردم و احزاب مخالفت میکنه و سعی میکنه همون ابتدای کار این اعتراضات رو یه جورایی خفه بکنه. ما همگی دیدیم و میدونیم که حکومت چطور تجمع معلمان، کارگران، پرستاران، پزشکان و دانشجویان رو سرکوب کرده. تمامی این گروه‌ها و احزاب نه تنها توی تجمعاتشون سلاحی حمله کردن، بلکه هیچ چیزی هم برخلاف اسلام نگفتن و هیچ عملی برخلاف اسلام انجام ندادن. و حتی خود فعالان سیاسی اجتماعی، فعالان حقوق بشر هم هیچ وقت هیچ چیزی فراتر از اصل 27 رو توی تظاهرات و گردهمایی‌هاشون انجام ندادن. منتها خب تفسیر حکومت از این اصل از قانون با حقوقدانان خب کمی متفاوته و حکومت اونجوری که به نفع خودشه این اصل رو تفسیر میکنه. طبق قوانینی که توی سالیان بعد به اصل 27 اضافه شد، یکیش اینه، برای برگزاری یک تجمع برای باید حتما احزاب از وزارت کشور درخواست مجوز کنن و فقط احزاب میتونن این کارو بکنن. و قبل از صدور مجوز حق صدور فراخوان رو توی رسانه‌ها و فضای مجازی ندارن و اگه این کارو بکنن خب تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن. اما طبق همین قوانین دست نوشته خود آقایون، آیا تا به حال مجوزی در این رابطه صادر شده؟ قطعا جوابش نه. به محض تجمع مردم به هر دلیلی، حکومت به صورت خشن و غیر انسانی دست به کشتار و بازداشت افراد میزنه. و جالب اینجاست که حکومت در مواردی که تجمع از طرف دیگر اقوام و یا دیگر مذاهب توی کشورمون باشه، با شدت و خشونت بیشتری دست به سرکوب و ایجاد رعب و وحشت میکنه. این نقطه همون نقطه ایجاد فضای سرکوب و ترس توی کشورمون. اما دلیل ایجاد این ترس چیه؟ دلیل ایجاد این ترس توی کشور و بین مردم چیه؟ من یک کوتاه به یه مورد اشاره میکنم و بعد بحث رو با شما دوستان در رابطه ادامه میدیم. یکی از دلایل مهم این امر نگاه خود حکومته. نگاه حکومت به موضوع تجمع و تظاهرات، همیشه حکومت یه نگاه امنیتی و سیاسی به این مورد داشته. حتی اگه موضوع تجمعات مردم اقتصادی و حقوقی و مالیشون باشه، دیدیم که توی تجمعاتی که قبلا هم اتفاق افتاد، بحث حالا مؤسسات مالی که پیش اومد و مردم برای گرفتن مالی که از دست دادن تجمع کردن، حکومت چه جوری سرکوب کرد و عده زیادی رو هم بازداشت کرد. حکومت هر موقع اون جایی که به نفع خودشه یه جورایی مماشات میکنه، ولی اون جایی که میبینه حکومت و بقاش در واقع به خطر میفته، میبینیم که با شدت خیلی زیادی دست به سرکوب و
هشدار میزنه. اما سوالی که پیش میاد و میخوام که همکاران عزیز در این رابطه نظرشون رو با ما به اشتراک بذارن اینه که دلیل ایجاد این ترس و رعب و وحشت بین مردم از طرف حکومت چیه؟ برای چی اصلا این کارو میکنن؟ برای بقای خودشه یا اینکه حالا دلایل دیگه‌ای هم وجود داره؟ و اینکه این ترس و وحشت، این همه کشتار و سرکوبی که الان داریم میبینیم داره اتفاق میاد، واقعا تاثیر داره؟ یعنی باعث میشه که مردم دست از خواستشون بکشن؟ یا یعنی اینکه نه، برعکس، برعکس باعث میشه که مردم بیشتر از گذشته برای رسیدن به اهدافشون بجنگن؟ من صحبتام اینجا کوتاه میکنم. خیلی خوشحال میشم دوستان توی بحثمون امروز شرکت بکنن در این رابطه. دوستانی که تمایل دارن در رابطه با این بحثمون نظرشون رو بیان بکنن، خوشحال میشم که با یک علامت دست بنده رو راهنمایی بکنم. بله جناب آقای شایگان، بفرمایید، خواهش میکنم. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران و ممنون از سخنرانان گرامی. واقعیتش که شما فرمودین که بحث تجمعات و اعتراضات تو اصل 27 قانون اساسی هست، ببینید ما باید به این نکته توجه کنیم که برخوردهای دوگانه حاکمیت با یک اصل قانونی، شما خودتون اشاره کردین، هر چیزی که به نفع دولت باشه و نیاز به مجوز هم حتی نداره و برگزاری تجمعی چی ایرادی هم نداره، اما به محض اینکه اگر قرار باشه اعتراضی صورت بگیره نسبت به هر چیز، ما یادمون نرفته مثلا تو امکان پارسال بود که کشاورزان اصفهانی هم حتی، یعنی کشاورز که دیگه نه سلاح داره نه نهایت سلاحش یه بیله دیگه، تو بستر زاینده رود اعتراض خودشون رو اونجا انجام دادن که با چه وضعیتی رژیم اینا رو سرکوب کردش، یا معلمان، بازنشستگان، یا حتی جانبازان جنگ. تو همین چند ماه گذشته جانبازان جنگ هم اعتراضاتی داشتن، تجمع کردن و اونا رو هم حتی متاسفانه قل و قمع کرد و بازداشت کرد و خیلی مسائل دیگه. موضوع اینه که اگر یک رژیمی خودشو مشروع میدونه و محبوبیت داره، مقبولیت داره بین مردمش، پس نباید بترسه از این که مردمش بیان اعتراض کنن نسبت به موضوعی. ولی وقتی که رژیمی، یعنی یک دولتی، محبوبیت و مقبولیت و مشروعیت نداره، قاعدتاً از سایه خودش هم میترسه دیگه. در هر صورت اعتراضاتی که به این شکل داره سرکوب میشه، به نظر من نه تنها جمع نمیشه، بدتر بیشتر از پیش گسترده تر میشه. یعنی شما الان در نظر بگیرید، حالا این موضوع هم بگم راستی تا یادم نرفت، این اولش میخواستم بگم، یک برخورد دوگانه رو که میخوام بگم، همین روزا بود که متاسفانه محسن شکاری رو اعدام کردن و چند نفر دیگر هم قراره که اعدام کنن. یکی امروز من خوندم که شاکیش رفته شکایتش پس گرفته و اعلام رضایت کرده، و وقتی شاکی رضایت بده قاعدتاً باید حکم بشکنه، ولی متاسفانه قاضی دادگاه حکم رو نشکونده و حکم رفته واسه اجرای احکام، در صورتی که ما میدونیم که خیلی از افرادی که زیر حکم هستن ولی حکومتی هستن، حکمشون الان سالهاست که تو کشوها گم شده و اجرا هم نمیشه، هرچند که کلن حکم اعدام باید در کل برشیده بشه، ولی برخوردهای دوگانه رو میخوام بگم که حکومت چجوری برخوردهای دوگانه میکنه. در صورت فعلا من سخن رو کوتاه کنم که دوستان عزیزم مشارکت کنه. ممنونم. مرسی از شما آقای شایگان. کاملا درست میفرمایید، بحث دوگانه ای که حکومت با قانون اساسی که خودش نوشته در واقع برخورد میکنه، خب حالا توی این سالا ما خیلی دیدیم، موارد خیلی زیادی بوده که حالا ما اصل خوب توی قانون اساسی کم نداریم متاسفانه، خوشبختانه در واقع، ولی متاسفانه اجرا نمیشه این اصولی که ما توی قانون اساسیمون داریم و همه یه جورایی فقط روی کاغذ نوشته شده. حکومت هر آن چیزی که صلاح خودشه، یعنی برای بقای خودش، هر آن چیزی که به نفع خودشه اجرا میکنه، اصلا کاری نداره توی قانون اساسیمون چی نوشته. حرفای آقای خمینی هم هیچ وقت یادمون نمیره دیگه، توی همون سخنرانی اولش گفت که
حفظ نظام از اوجب واجبات و برای اون میشه نماز و روزه و تمام مستحبات اسلام رو ترک کرد. دیگه از نماز و روزه بالاتر که برای مسلمون چیزی واقعا نداریم. ولی برای حفظ نظام میشه اونا رو هم ترک کرد. وقتی آقای خمینی این فتوا رو میده، خب دیگه چه انتظاری از حالا بقیه آقایونی داریم که پیرو آقای خمینی هستن. همین رو خواستم بگم که حالا برخورد دوگانه متاسفانه توی این کشورم داره اتفاق میفته به خاطر بقای خود نظام، چون واقعا نظام به یه جایی رسیده که هیچ کاری دیگه از دستش بر نمیاد. یعنی تنها کاری که از دستش بر میاد همین کشتنه. یعنی اینکه بخواد حالا بشینن صحبت بکنن، قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن یا یک قانون رو به رفراندوم بذارن یا اصلا بخوان یه جوری کوتاه بیان درباره خواسته مردم، اصلا نظام در خودش هم چیزی واقعا نمیبینه. تنها راهش الان مبارزه و کشتار مردمه. و حالا من فعلا اینجا صحبتامو کوتاه میکنم تا صحبتای خانم مبشری هم بشنویم و خوشحال میشم حتی بقیه دوستانم تو این بحث مشارکت کنن. بحث خیلی خوبیه. خوشحال میشم که دوستان نظرشون حتما بیان بکنن. بفرمایید خانم مبشری. در خدمتتون هستیم. ببینید ما الان موضوع بحثمون حق تجمع و اعتراض هست و موضوع حالا ارعابی که دولت مردان جمهوری اسلامی دارن انجام میدن. ببینید ما در خود قانون جمهوری اسلامی این هست که خب اگر شخصی فرد دیگری رو به قتل برسانه یا اینکه کاری انجام بده که قتل افراد متنوعی صورت بگیره، اون وقت بهش حکم محاربه میده. اما آقای محسن شکاری که اعدام شده اصلا کسی رو نکشته، خیابون بسته، کسی رو به قتل نرسونده، اما اونا بر اساس نمیدونم بر اساس چی دلشون خواسته، شب خوابیدن صبح بلند شدن این حکم اعدام برایشون زدن. یا این آقای صدرات که الان فکر کنم صدرات باشه فامیلشون که آقای شایگان فرمودند، ایشون هم حالا اول که میگن یه فیلمی اومدن از ایشون پخش کردن گفتن که این رفته و این شخص رو کشته، بعد حالا همون فیلم نشون نمیده که آیا این چاقویی در دست داشته یا نداشته. حالا اینها رو هم به کنار، بعد ایشون گفته من اینو نکشتم، حالا گفتن کشته. فامیلش اون اولیای دم به قول خودشون، اولیای دمشون گفتن که ما رضایت میدیم که اعدامی صورت نگیره، ولی چرا دوباره رفته واسه اعدام؟ چرا تایید شده و چرا در دستوره؟ یعنی من نمیدونم، والا به قولی دوستان حرف خوبی میزنن، اینهایی که این همه اختلاس کردند، این همه مملکت رو اینطور به این فلاکت و اقتصادی رسوندن، این همه ظلم کردن، این همه قتل عام کردن، همین افراد خود اون امنیتی های ما چقدر از افراد بیگناه مملکت ما رو با شلیک مستقیم سلاح گرم جنگی کشتند. اینا هیچ کدام برشون حکم اعدام بریده نشده، هیچ کدام، همه دارن راحت حرکت میکنن. بعد اون وقت واسه شخصی که زیر اعتراف اجباری ازش یک اعتراف اجباری گرفته شده، وقت میخوان اعدامش کنن. این واقعا نمیدونم، سازمان های حقوق بشر هیچ صدایی ازشون در نمیاد. متاسفانه فقط میگن که ما محکوم میکنیم، اما این محکومیت به هیچ درد مردم ایران نمیخوره. اگر واقعا سازمان های حقوق بشری، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، این سازمان هایی که واقعا ادعا می کنند که ما خیلی قدرت داریم و میتونیم هر کاری را انجام بدیم، اینها باید واقعا به داد مردم ایران برسند. مخصوصا امروزی که روز 10 دسامبر هست، مگر همه نمیگن که روز جهانی حقوق بشر هست؟ پس باید یه همکاری بشه، یه همراهی بشه با مردم ایران. ما نمیگیم بیان حکومت رو بردارن، ولی ما میگیم خود حکومت جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسن، این رو از رسمیتشون بردارن، این رو پاکش کنن. این باعث میشه که خود دولت ایران یه مقداری اون ترس تو جونش میفته و این کار انجام و دیگه اعدام انجام نمیده. فکر نکنم بازم این اتفاق بیفته. مرسی. مرسی از شما خانم مبشری فر. براتون آقای شکاری که حالا اعدامش کردن، تو حکمش حالا اون عربیشو نوشته بودن خفاف و ناس، یعنی تا
ترساندن مردم به این دلیل حالا حکم اعدام صادر شده براش، واقعا جای تعامل داره؟ اونم دادگاهی که به این سرعت، یعنی بعد از فکر میکنم کمتر از یک ماه بازداشت شد، حکم صادر شد، دادگاه تشکیل شد بدون وکیلی که خودش انتخاب کنه، یک وکیل تسخیری بهش داده بودن که اصلا معلوم اون وکیل اصلا چیکاره بوده، بعد بدونی که اون رأی اصلا بره دیوان عالی کشور، سریع تاییدش کردن و حکم سریع اجرا کردن، اونم سریع بدونی که از قبلم اطلاع بدن، این آقا حکمش اعدامه، ما تو فلان روز میخوایم اینو اجرا بکنیم. ولی یوم مثلا صبح ما بلند شدیم دیدیم خبر اعدامش حالا توی همه رسانه ها پخش شده. و دلیلش چی میتونه باشه واقعا؟ دلیلی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم دیگه، ایجاد رعب و وحشت بین مردم، یعنی تنها دلیلش فقط این میتونه باشه، هیچ دلیل دیگه نداره. الان دیدیم که آقای علم الهدا و بقیه امامان جمعه که حالا توی بقیه استان‌ها هستن همه اومدن صریح حمایت کردن و خیلی به قوه قضاییه تبریک گفتن به خاطر اقتدارش و سرعت عملش توی این مسئله و یه جورایی چراغ سبزی بهش نشون دادن برای ادامه صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام. متاسفانه این الان اتفاقاتی که الان داره میفته توی کشورمون، این اعتراضاتی که داره الان اتفاق میفته، به جاهای خیلی بدی داره میرسه. اگر که واقعا الان شما فرمودید کشورهای دیگه، واقعا کشورهای دیگه الان باید یه حرکتی انجام بدن، حداقل کاری که الان میتونن بکنن اینه که سفیرا رو احضار بکنن. الان بعد این همه مدت ما دیدیم که آلمان فکر می‌کنم دیروز پریروز بود سفیر ایران رو احضار کرد به خاطر اعدام آقای شکاری. یعنی بعد از این همه کشتاری که الان دو ماه دارن میکشن توی خیابون، اونم به این شکل که همه هم میدونن، یعنی اصلا پوشیده نیست بر کسی، تازه سفیر ایران جمهوری اسلامی رو احضار کردن توی هامبورگ. بعد بقیه کشور رو چی؟ ولی بقیه کشور رو کاری نکردن. ولی موقعی واقعا این عملی میشه و در واقع یه اهرام فشار میشه برای جمهوری اسلامی، علیه جمهوری اسلامی، که سفیرها اخراج بشن از اون کشور. حالا موقت هم شده حداقل اخراج بکنن اون سفیرها از اون کشور تا جمهوری اسلامی یه ذره حساب کار بیاد دستش، بدونه واقعا دیگه چی میشه گفت اون این توبه میری از اون توبه میری های قبلی نیست دیگه، واقعا همه دنیا صداش در اومده دیگه، مثل گذشته نیست که بیان بکشن و برن و بعد بگن تموم شد و نمیدونم بعدم بعدش بدن به اسرائیل و آمریکا و اینکه فیصله پیدا کنه همین چی دیگه. واقعا این متفاوته نسبت به قبل و حداقل کار حداقل اینه به نظر من. حالا خیلی از بچه‌ها دیدیم که تحسن کردن، از بچه‌های خود کانون هم بودن توشون، تحسن کردن الان روبروی سفارت فرانکفورت هامبورگ رو دیدیم امروز صبح، دیدن که کلی آدم جلوی سفارت هامبورگ ایستاده بودن دیشب در واقع و با پلوژکتور پرچم شیر و خورشید انداخته بودن روی سفارت هامبورگ. قبلا هم البته انگلیس این کارو انجام داده بودن. خب این خیلی خوبه، داره همه دارن میبینن اینو، ولی خب هیچ کاری متاسفانه کشورها انجام نمیدن که واقعا یه اهرم فشاری باشه بر علیه جمهوری اسلام. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. بیشتر از شما ممنونم از شما و خانم مباشری. ببینید سازمان ملل فکر میکنم بهترین کاری که میتونه بکنه، این نظر من البته، عضویت جمهوری اسلامی رو به حالت تعلیق در بیاره، یعنی رسمیت نبخشه به جمهوری اسلامی. این خودش یه پیام خیلی واضح و روشنی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. اما در مورد این که شما گفتین که چرا این اتفاق میفته، ارعاب و کشتار و فلان، یادمون نرفته چند سال پیش که دوره احمدی نژاد بود یک شخصی رو گرفتن به نام جمشید بسم الله و سریع هم اعدامش کردن، به اتهامش هم بود که اخلال در بازار ارز و اینجور چیزا، یعنی فکر میکردن که این شخص جمشید بسم الله که حالا نهایتا ایشون میخواد چقدر میخواسته چقدر ارز جابجا کنه، حالا 100,000 تا نه 1,000,000 دلار، و با اون موضوع اخلال در بازار ایجاد کرده. ولی ما همچنان میبینیم که اون موقع که ایشون رو اعدام کردن دلار شده 3,000-5,000 تومان، الان شده نزدیک 40,000 تومان، و هنوز یعنی با وجودی که اونو اعدام کردن که مثلا بازار ارز رو کنترل کنن، ولی هنوز ارز داره. بنابراین راه حل رو اینا چون خودشون اصلا نمیدونن راه حل چیه، شاید هم میدونن نمیدونن،
ولی فکر میکنم که بعد برگردیم به سال 57 و سخنرانی خمینی که گفت این انقلاب به خون نیاز دارد، بریزید خونها را، اینا همچنان به خون نیاز دارند. یعنی خون ریختن و جان گرفتن و جان ستاندن جزء لاینفک اصول این هاست به نظر من. ولی خب تا زمانی هم که جمهوری اسلامی به نظرم سقوط نکنه این ادامه خواهد داشت. بنابراین فکر می‌کنم که بهترین راهکار اینه که همه کشورها، همه سازمان ملل، مردم ایران، همه همدست و یک دل و متحد جمهوری اسلامی رو واقعا از صحنه روزگار محو کنن، واقعا، چون ضررش به همه دنیا خواهد رسید. ممنونم. مرسی از شما آقای شایگان. بحث بعد اون سالهای آقای جمشید بسم الله رو که اعدام کردن، یادمه که یه جورایی میشه گفت عذر بدتر گناهه، فرق نمی کنه. اگر که واقعا یک نفر آدم، یک شخص، یک آدم حقیقی بتونه بازار ارز یک کشوری مثل ایران رو با این همه سرمایه و مملکت رو بتونه بالا پایین بکنه که واقعا باید در اون سفارتخونه ای که حالا اسمشو گذاشتن وزارتخونه اقتصاد واقعا گل گرفت، که واقعا با وجود این همه وزیر و معاون و اقتصاددان نتونن از پس یک نفر آدم بر بیان که بخواد اون یک نفر بازار ارز رو بالا پایین بکنه. قطعا اون موقع احتیاج داشتن که افکار عمومی رو به یه سمتی بکشونن. همیشه ایران، یه جمهوری اسلامی، در واقع کارش همین بوده. تو هر برهه‌ای وقتی میدیده که حالا مردم روی مسئله حساس میشن، سریع میاد یه مسئله دیگه رو علم میکنه تا بتونه یه جورایی از ذهن مردم رو در واقع دور بکنه از اون مسئله. من یه سوء استفاده هم بکنم از حضور آقای شفایی، یه سوالی می‌خواستم بپرسم. آقای شفایی هم تشریف دارن. اول که سلام عرض می‌کنم خدمتشون. دومی که در رابطه با همین فضای رعب و وحشت می‌خواستم بپرسم جناب آقای شفایی. ببین الان جمهوری اسلامی خب آقای شکاری رو اعدام کرد، چند نفر دیگر هم گذاشته تو صف اعدام که متاسفانه حالا امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی امکان داره بازم توی چند روز آینده این اتفاق بیفته. بعد خانم مباشره فرمودن 28 نفر گذاشته تو صف اعدام متاسفانه. هدف جمهوری اسلامی الان، پیامش در واقع، پیام جمهوری اسلامی الان چیه؟ با این وجودی که الان سازمان ملل اومده کمیته حقیقت‌یاب میخواد تشکیل بده و شروع کنه در رابطه با وقایعی که الان تو این چند وقته اتفاق افتاده تحقیق کنه و بعد نظرش رو خب اعلام بکنه و جمهوری اسلامی رو بفرستن شورای امنیت، در واقع ایران میفرستن شورای امنیت پرونده‌ش رو، و خب بتونن حالا تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال بکنن و بقیه مسائل. حالا خیلی دوست دارم بدونم ایران، حالا جمهوری اسلامی تو این وضعیت چرا داره مقابل مصر میکنه؟ یعنی به جایی که یه ذره حالا کوتاه بیاد، یه ذره مماشات بکنه، حداقل برعکس اومده یه جورایی در واقع به صورت خیلی خشن و به صورت خیلی بد داره حمله میکنه در واقع به سازمان ملل. خیلی دوستان نظر شما رو در این رابطه بدونم جناب آقای شفایی. من مایکو در اختیارتون میذارم، خوشحال میشم که در این باره با ما صحبت کنید. مرسی از شما. سلام میکنم دوستان، خسته نباشید. به حال امروز روز جهانی حقوق بشر، من خیلی خوشحالم که در این روزم در کنار شما هستیم و تبریک میگم به همه آدمایی که علاقمندن به آگاه کردن و علاقمندن به آشنا کردن مردم به حقوق ذاتی و شهروندیشون. اما در رابطه با این قضیه، ببینید این قضیه که شما دارید مثال میزنید نشانه ضعف دولته. یعنی اگه نشانه قوت بود میشه صحبت بکرد، دیگه این همه سرباز و نیرو و با این همه هزینه ها خرج نمیکرد، این همه موتور سوار، این همه تجهیزات رو نمیداد بیاد مثلا با 4 آدمی که بدون اسلحه هستن بیاد باشون مبارزه بکنه. شبانه روز هم دارن این کارو میکنن، یعنی این نیست که مثلا 2 در روزه، شبانه روز این بنده خداها دارن مبارزه میکنن به نفع جمهوری اسلامی. البته خب بخششون به خاطر پوله، بخش هم حالا باورشون، مثلا اون مسئله دیگه است، ولی این قضیه نشانه حراس اوناست از ادامه حرکت مردم. اینا با اعدام یکی از، یعنی با
سرکوب در واقع با تیراندازی، با ساچمه تیرمزی، با گوله، دستگیری، شکنجه، تجاوز، با همه این کارا امتحان کردن. حالا این امتحان آخرشونه، امتحان آخرشون عملا رسیده به اعدام. میخواد با این اعدام نیروها رو کم کنه، قدرت‌ها رو کم کنه. من امروز داشتم خبرها رو میخوندم، میدیدم که دانشگاه میگن که اگر یکی از ما رو بازداشت کنید 100 نفر اضافه میشیم. خب یعنی در واقع مردم جاشون و حرکتشون تشخیص دادن. جمهوری اسلامی هم میخواد با این اعدام این ترس رو ایجاد کنه. من برای در واقع برای تکمیل حرفم فقط نشانه زبون بودنشون هستش. نمونهش اینه که الان یک ماه و نیمه با کشور ونزوئلا قراردادی دارن امضا کردن که دیگه لو رفته، که نزدیک 4-5 میلیارد یا شاید 45، من عددش تو ذهنم نیست، یه عدد میلیاردی یه قرارداد بستن با ونزوئلا که ایرانی ها با خانواده وقتی میان اونجا از سران اونا بهشون پناهندگی بدن و اینا هم سرمایه گذاری کنن در ساخت و ساز در اونجا. اونم توی قرارداد هم حتی ننوشتن که مثلا فرار، نوشتن در شرایط استثنایی مثلا یه اتفاق ویژه بیفته، نگفتن که ما ممکنه ترسمون دریم. در واقع حتما خوندید یا میخونید این مطالب و این قضیه هست. و الان حرکتی که در ایران را افتاده، علاج جمهوری اسلامی رسیده به اعدام، که متاسفانه این کار اعدام رو همیشه انجام داده. من یادم تقریباً یه دو هفته پیش آمار 500 به بالای اعدام بود، من فرستادم برای خانم مباشری. این آمار 500 اعدام خیلیه، حتی داشتیم اوائل احمدی نژاد رسید به 700 خورده ای، ولی این عدد 500 مدت ها نبود، رو 200-250-300 بود، الان رفته 500. هنوزم سال مونده، 3-4 ماه دیگه هنوز مونده. این در واقع کاری که اتفاق میفته. من تو صحبت ها شنیدم که دوستان میگن که دولت های خارج کاری نمی کنن. دولت خارج کاری بکنن به درد میخوره. کاری که میکنه ما باید بکنیم، ما انرژیمون رو باید بذاریم برای اینکه به اینا بگیم آقا این اتفاقا داره میفته، هم جامعهمون رو آگاه کنیم که بدونن چه خبره، احساس کنن یه عده‌ای باشون هستن، هم جامعه جهانی رو آشنا کنیم که اونا بتونن جلوی سفارتخونه‌ها و به دستسوختی‌هاشون رو بگیرن. همین چند روز پیش هم یه موضوعی لو رفته که یه آدمی که در مونشنگلادباخ یه جای اینجا بوده که یه تشکیلات موتورسواری داشته و اینا قرار بوده یه تیمی درست کنن حمله کنن به کنیسه‌های یهودیان، که البته این بنده خدا الان فرار کرده تو ایران هستش، اسمش هم یادم نیست، شکیب یه همچه اسمی، حالا میگم بیا زیاد دقت نکردم اصلا. اینا تماما نقاط ضعف جمهوری اسلامی، یعنی شما مبنا رو برای نگیرید از نقطه قوته. من یه مثال میزنم شاید هم بیادبی باشه، یه سگ وقتی شما میری طرفش فوری پارس میکنه، به حالت حمله به تو میگیره، این نشانه اینه که داره میترسه ازت، میخواد تو رو بترسونه. و میدونید که سبک کار اینه، وقتی که حمله میخواد بکنه شما بشینی زمین، سگ بر میگرده و میره. یعنی در واقع این حالت هست، یعنی جمهوری اسلامی الان در واقع به این نیت داره روب ایجاد میکنه، حالا با آدماش، با سرکوب های مختلفش که انجام شده، الان رسیده به اینجا که دیگه حالا شاید با اعدام، مثلا اعدام های سری و سر. من مثال میزنم، بابک زنجانی رو 7-8 سال حکم اعدام بهش دادن هنوز هست، اما یه جوونی که اصلا نه دستش به خون آلوده است، نه آدم کشته، نه جرمی، حالا یه خیابونی رو بسته، حالا من میگم اصلا به عنوان این که خیابونو بسته، این جرمی زندان داره دیگه، جرم زندان داره، یعنی اصلا نیست. این آدم هایی که دارن گرفتن اصلا جرمی نکردن، اینا یه سری آدم ها هستن که اعتراض کرده، داد زده، گفته آقا من حقمو میخوام، خب اینا به جنگ که جوابشو بدن با این حرکت ها انجام دادن. من امیدوارم که تونسته باشم توضیح بدم، ولی عملا باور کنید از ضعف جمهوری اسلامی، یعنی نقطه قوت نیست. نقطه قوت زمانی است که طرف میگه آقا نه شما رو میکشم، میگه میشین حرف میزنیم با هم، کاری نداره، میشه حرف زد دیگه، نه؟ ولی وقتی حرف نمیزنن مجبورن از این روش استفاده کنن.
مرسی از شما جناب آقای شفایی، بار کامل توضیح دادید در رابطه خبرش. منم خوندم که حالا اون قراردادی که با ونزوئلا بستن در واقع 5 6 میلیارد یه جورایی حالا چه میشه پاپوش گذاشتن، پوشش در واقع یه جورایی پوشش بوده برای اون اصل کاری که اصلا به خاطرش رفته بودن ونزوئلا. در واقع رفته بودن که یه جورایی جاپاش اونجا صفر بکنن برای وقایعی که بعدش اتفاق بیفته. بله جناب شفایی، دست بلند کردین، نور بفرمایید. آره، من به یه موضوع یادم افتاد. یکی از موضوعاتی که الان میبینید اینا حتی آمدن گفتن گشت ارشاد رو ما جمع کردیم، از همون جایی که شروع کرده همونجا بستیمش، اما مردم باور نکردن. نه، مردم باور نکردن. ما روزانه میبینیم که آدم های جدیدی وارد عرصه مبارزه میشن. یعنی الان خانه سینما امروز یه آمار داده بود که 40 نفر از هنرمندان معروف و سرشناسشون الان بازداشتن، بیش از 60-70 تا هنرمند مثلا اطرافیاشون. خب این نشان دهنده اینه که خب مردم کلافن دیگه. یعنی حالا دولت جمهوری چیزی برای گفتن نداره، طرف رفته دانشگاه که حرف بزنه هوش کردن، چه دانشگاه تو قم، چه دانشگاه تهران، چه مشهد، چه نمیدونم چی، هر جا رفتن جواباشون رو جوونا دادن، یعنی نذاشتن که حرفشون رو بتونن به کرسی بشونن یا حرفی زده باشن. برای همینه من میخوام بگم که در واقع اونا رسیدن به آخر خط. حالا آخر خط 10 روزه، 20 روزه، 6 ماه، 8 ماه، 10 ماه نمیدونم، ولی دیگه آخر خط برای اینا. مگر خودشون، من ذهنم اینو میگه که خودشون یک کودتا بکنن، یعنی دفعتا بیان نمیدونم خامنه‌ای رو بنزن دور، یا بگن مرد، نمیدونم دو تا دیگه گرفتن، 4 تا از سردارا رو بگیرن، بگن اینا خائن بودن، اینا زدن، مثلا یکی دو تا دیگه اینا بیان بشینن اونجا بشن چهره دیگه، مثلا یه موسوی رو بیارن، خاتمی رو بیارن، حالا اینا خب بدنامن، حالا دو تا این سردارا رو بیارن بگن آقا ما با شما هستیم، مثل ترکیه که حدود 20 30 سال پیش در واقع کودتای نظامی کردن و تمام ژنرالا اومدن حکومت رو گرفتن دست و بعد یواش یواش تحویل دادن. یه کارای اینچنینی مگه بکنن؟ مگه نه، که باز خودشون رو نگه دارن و بتونن آدما رو فراری بدن و بتونن سرمایه‌شون در واقع بردارن و برن در واقع. مرسی. مرسی از شما جناب شفایی. بعد عرض می‌کردم خدمتتون در رابطه با ونزوئلا، همونجوری که فرمودین در واقع رسیدن به آخر خط، رسیدن به آخر خط که حالا تصمیم گرفتن برن ونزوئلا و یه جورایی جاپاشون رو صفر بکنن، که بعد از این اتفاقات که حالا امیدوارم خیلی خیلی هم زود باشه، در واقع یه جایی داشته باشن برای فرار کردن. خب دیگه چه جایی بهتر از ونزوئلا غیر از اون؟ یعنی غیر از اونجا در واقع جای دیگه هم نمیتونن برن. همون ونزوئلا معلوم نیست حالا بازم بهشون روی خوش نشون بده یا نده، چون دیدیم که آمریکا فکر می‌کنم ماه گذشته بود مجوز صادرات نفت از ونزوئلا نمیدونم چند میلیون بشکه در روز رو براشون صادر کرد. یعنی یه جورایی آمریکا هم چراغ سبز نشون داده به ونزوئلا که حالا خیلی به اون سمتی نکشیده نشه به سمت چین و ایران و یه جورایی به سمت آمریکا بیاد. حالا امکان داره اون اتفاق هم اصلا نیفته و حتی اونجا هم پناه نداشته باشه. امیدوارم همینطور باشه که در واقع بعد از فردای روز آزادی، بعد از این انقلاب، حداقل بتونیم این آدمایی که این همه آدم بیگناه رو کشتن توی یه دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن و به سزای اعمالشون واقعا برسن. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ممنون که دوباره به من وقت دادید. من البته خودم شخصا امیدوارم که هیچ کدوم از این افرادی که تو ایران مسند و منصبی دارن از ایران نرن و مردم پیروز بشن و اینا رو بازداشت کنن و تو یک دادگاه عادله جرائم اینا رو بررسی کنن و بهشون حالا هر حکمی که لازم هست بدن. چون میدونید یه وقتی هست که یک سری اسناد، یک سری حرفا، یک سری مسائلی هست که اینا باید بازگو کنن یا جنایاتشون رو افشا کنن به قول معروف، که این بشه درسی برای تاریخ، برای آیندم. اما من یه موضوع دیگرم خواستم بگم که تو بخش بعدی گفتم، این که اگر جمهوری اسلامی نباشه به نفع همه مردم ایران و مردم حتی دنیا میتونه باشه،
گواه این صحبت الان تو این 80 چند روزی که از خیزش مردم میگذشته، ما توی سوریه و یمن و عراق و چه میدونم لبنان و اینا حتی یه تیر هم ندیدیم در بشه، و برعکس تو سوریه دوباره قیام‌های ضد بشار اسد دوباره شروع شده، تو عراق به همین ترتیب، و این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی نباشه منطقه به اون ثباتی که نیاز هست و به اون آزادی که باید برسه میرسه به نظر من. بنابراین این و حتی توی اروپا دیگر جاها ما دیگه نمی‌بینیم که حتی تروری صورت بگیری یا بمب‌گذاری یا هر چی، هر موضوع دیگه خرابکارانه که جمهوری اسلامی تا الان انجام داده، دیگه تو این 80 چند روز ما دیدیم که صورت نگرفته. این از این موضوع. من با آقای شفایی کاملا موافقم، همونطور که خانم هانا آرنت توی کتابش میگه قدرت و ضعف یا ترس همیشه مثل دو کفه ترازوه، هر وقت یک رژیمی قدرتش زیاد باشه، خشونت و قدرتش زیاد باشه خشونتش کم میشه، هر زمانی که قدرتش کم باشه خشونتش زیاد میشه، و این خشونت بی حد و حصری که الان داریم میبینیم کاملا نشاندهنده عدم قدرت جمهوری اسلامی، یعنی تو ضعیفترین حالت ممکن قرار گرفتن. بنابراین قطعا و باید ما پیروز بشیم، مردم ایران باید پیروز بشن و به اون چی که خواستشونه، به اون چی که مستحقش هستن، یعنی آزادی و تعیین سرنوشت خودشون برسن. ممنونم که به حرف من گوش دادید. مرسی آقای شایگان. بعد در واقع حداقل حق و حقوقی که مردم ایران میخوان داشته باشن متاسفانه الان ازش بی نصیبن و فقط دارن برای این می جنگن. حق و حقوقی که شاید تو خیلی از کشورهای دنیا اصلا کسی دیگه بهش فکر نکنه، اصلا این جز مسائل روزمرهشون باشه و اصلا دغدغش نباشه، ولی میبینی که متاسفانه توی ایران از کودکی که واقعا باید کودکی بکنه، یعنی یه کودک 5 ساله 6 ساله 10 ساله فرق نمیکنه که فقط باید کودکیشو بکنه، اصلا فکر هیچ چیز دیگه نباید باشه. از همون اول داریم میبینیم فکر اینه که چه میدونم تبلت از کجا بخرم، نمیدونم اینترنت همون چیکار کنم، نمیدونم مدرسه هم اصلا پول میخواد نمیتونه بره مدرسه، نمیدونم اصلا مدرسه ندارن تو روستاشون، باید بره یه روستای دیگه یا یه شهر دیگه بره مدرسه و و و بقیه مشکلاتی که متاسفانه همینجور گریبان باش تا برسه به سن بالا. بحث کارش هست، بحث اشتغالش هست، بحث آموزش و خیلی چیزای دیگه. متاسفانه برای این حقوق اولیه‌مون که باید به هر کسی بدن داریم اینجوری می‌جنگی و اینم آدم دارن کشته میشن. جناب بلوردی بفرمایید، خواهش میکنم. مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. در مورد بحث آزادمون که حق تجمع و اعتراض، یه چند تا نکته در مورد تجمع و اعتراضات ایران میخوام بگم که ببینید خیلی فرق داره با بقیه نقاط دنیا. مثلا تو کشورهای جهان اول یا کشورهای پیشرفته تقریبا میشه گفت تمام اعتراضات تقریبا یا NGO محورن یا سندیکا محور، یعنی من که خودم به شخص حداقل تو این چند ساله ندیدم و نشدم، مثلا برفرض یک امریکن افریکن، حالا از اون گزینه سیاه پوست استفاده نکنیم که نجات پرستانه باشه، یه امریکای افریقایی وقتی کشته میشه NGO ها هستن یا چیزهای محلی هستن مثل خودمون، سازمان های حقوق بشر و مردمی هستن که وارد عمل میشن و مردم رو متحد میکنن، یا هر بخشی هر ارگانی که میتونن متحد میکنن. این نشون میده که اونا به یه بلوغ سیاسی دست پیدا کردن، چون دولت هاشون هم واقعا مستقرن. یعنی شما نگاه که بکنید به کشورهای پیشرفته، احزاب میان میرن، خیلی تنوع وجود داره، تنوع فرهنگی، رنگی، نژادی. الان ما خودمون اکثرا تو اروپا هستیم داریم میبینیم دیگه، اصلا فرقی نمیکنه که یک پاکستانی نخست وزیر باشه، یک در مثلا در یک کشور اروپایی، یا برعکسش، یا مثلا یه ژاپنی مثلا توی کشور مثلا امریکایی سمت داشته باشه. اینا به این خود باوه. متاسفانه تو ایران هیچ NGO ما نداریم،
سندیکا که اصلا شما معلمای بیچاره یا کارگرا کارمندا رو مثلا زمانی که اسمی از حتی بیشتر از دو نفر بشه اجتماع تبانی میشه. یکی از مشکلاتی که مردم نجیب و شریف ما عزیز ما و مظلوم ما واقعا تو ایران دارن اینه که حتی ارگان ها و سازمان ها انجیو های جهانی احساس میکنم یه جورای تنهاشون گذاشتن. حالا بهتون سند میدم که چرا تنها گذاشتن. مثلا ما یه کشور جهان سومی مثل میانمار رو که این خانومی بود به اسم آنگ سون و حالا دقیقا فامیلش یادم نیست، ایشون معترض بود یه زمانی به دولت نظامی میانمار. همین کشورهای اروپایی و امریکایی و حتی سازمان ملل دولت در تبعید برای اون کشور در نظر گرفته بودن که حالا کار نداریم، اون خانم بعدها به قدرت رسید، دوباره قدرت رو از دست داد. حتی الان این گزینه حتی به صورت شفاهی یا حتی در به قول جمعای خودمونی هم در مورد ایران که الان ما میبینیم 80 میلیون با یه حکومت آدم کش، بچه کش، حیوان کش، طبیعت کش، یعنی نه اگه دستشون میرسید کره مریخ هم پشته بودن. اینجور براتون بگم حتی نمیان بگن که آقا مثلا اصلا این دولت ما قبول نداریم، این دولت اصلا قانون نیست، همه دارن میدونن دیگه. متاسفانه نمیدونم که خب یعنی یه جورایی من خودم جوابشو میدونم. خب حتما یه سری امتیازات اینا دارن میدن پشت پرده، حتما یه سری منافعی وجود داره. حالا اگه بخوایم کلان حساب کنیم یا واقعا مظلومیت تاریخی ملت ماست که بعد از اون انقلاب مشروطه به اینور انواع و اقسام از سوئدیا که مجلسمون رو به توپ بستن، از روسا که ارتشمون رو تشکیل دادن، از امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که نفتمون رو، حالا کار نداریم. ولی واقعا انگار ملت ما گروگانه، انگار من احساس میکنم واقعا یه گروگان تاریخی. ممنون ازتون که به حرفام گوش دادید. مرسی آقای بلوردی. دقیقا بحث منافع کشور هاست که حالا کشورها خیلی دخالتی نمی کنن و این دخالتی که الان داریم می بینیم می کنن و یه ذره حالا صداشون در اومده، اونم به خاطر فشارهایی که مردم و کشورشون در واقع دارن علیهشون می آنن. خبرنگارهایی که توی کشور هستن، توی همین آلمان داریم می بینیم دیگه این چند وقته، خب اعتراضات گذشته هممون دیدیم دیگه، این همه آدم بازم کشتن سال 98، سال چه میدونم 76، 96، 84 و و بقیه اعتراضاتی که اتفاق افتاد، این همه آدم کشته شدن. همین دولت آلمان مگه چیکار کرد؟ هیچ کاری نکرد، تازه توی برجامش هم موند، اومد مذاکرهش هم کرد و اصلا هیچ مشکل انگار نه انگار اتفاقی اصلا توی ایران افتاده. ولی این بار کمی فرق کرد به خاطر فشارهایی که خبرنگارا آوردن، افکار عمومی کشورشون. خیلی از مردم آلمان الان واقعا دارن میبینن توی ایران، وقتی شما خبرگزاری آلمان نگاه میکنید، شبکه یک، شبکه دو، هر شب نگم ولی هفته یکی دو بار یه خبر در مورد ایران داره میگه. حالا روزای اول که خیلی بیشتر بود، ولی الان من هر شب نگاه میکنم شاید دو شب در میون، سه شب در میون یه خبر یا یه گزارش درباره ایران داره. و یعنی که دولت‌ها رو داره مجبور میکنه به عکس العمل نشون دادن، وگرنه دولت‌ها خب همیشه فکر منافع خودشون هستن و منافع مردم دیگه برای یک کشور دیگه اصلا براشون اولویتی ندارن. ولی خب الان دیگه نمیتونن ساکت بشن، به همین خاطره که الان می‌بینیم که صدر اعظم آلمان، وزیر خارجه، همه‌شون در واقع یه جوری میگفت دارن میان اعتراض میکنن، حرفشون رو میزنن، توی کنفرانس‌ها دعوت میشن، با فعالان ایرانی میشنن صحبت میکنن، یا آقای مکرون مثلا میاد با خانم علی نژاد صحبت میکنه و بقیه اتفاقاتی که داریم میبینیم همه و همه به خاطر فشارهای افکار عمومیه، وگرنه خود دولت‌ها همیشه فکر منافع کشور خودشون بودن. و اینکه خب آقای شفاعی هم گفتن همیشه باید خود مردم به فکر خودشون باشه، یعنی منتظر اینکه یک کشور خارجی بخواد بیاد به مردم ایران کمک کنه نباشیم. ولی خب حالا تا یه حد و حدودی بالاخره به نظر من البته نیازه. مردم الان توی ایران دارن با دست خالی می‌جنگن، واقعا با هیچی ایستادن مقابل یه حکومتی که تا دندان مسلحه، همه چی داره، اسلحه، نیروی انسانی، پول، رسانه، چه میدونم توپ، تانک، همه چی داره. مردم هیچی ندارن، فقط یه اینستاگرام دارن، یه تلگرام دارن. همه فراخوانشون توی تلگرام یا اینستاگرام صادر میشه و همه به صورت خودجوش میان توی خیابون با دست خالی. خب آخه تا کی به نظر شما مثلا این میتونه ادامه داشته باشه؟ بالاخره یک ذره نیازه که کشورهای دیگه هم حداقل بیان یه فشاری بیارن به جمهوری اسلامی که مجبورش کنه که حداقل از یه سری اتفاقات، یه سری سرکوبا دست بکشه.
حالا امیدوارم که این اتفاقات خیلی زود بیفته و کشورهای دیگه هم یه جورایی احساس خطر بکنن، حداقل به خاطر منافع خودشون هم شده یه عکس العملی نشون بدن برای جمهوری اسلامی ایران. سپاس از همه دوستان عزیزانی که امروز توی جلسه‌مون شرکت کردید، در توی بحث آزادمون شرکت کردید، بحث آزادمون در رابطه با حق تجمع اعتراض بود که متاسفانه می‌بینیم که توی کشورمون هیچ وقت اجرا نشده و نمیشه. از همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه هم به ما کمک کردن از اونها هم تشکر میکنم. منشی جلسه سرکار خانم لیلا ابوطالبی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای محمد رسول پورتندرست و آقای امین بلوردی بهمن و ادوین ها جناب آقای حسن حمزه‌زاده و خانم غزال سادات ابتهی. و همجور تشکر میکنم از سخنرانان عزیز، آقای اعرابی، آقای افشارزاده و آقای فروخی عزیز. من ختم جلسه رو در ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 10 دسامبر سال 2022 اعلام می‌کنم.